در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ایران 21 مهاجر غیرقانونی افغان زخم برداشتند. این حادثه در میان شهرهای زایدان و بندرعباس ایران رخ داده است. مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز میگویند که 10 تن از زخمی های این رویداد به بیمارستان ولایتی زرنج انتقال داده شدند. زخمیان این رویداد باشندگان ولایت هرات، بادغیس، کندوز و غور هستند که به صورت غیرقانونی به کشور ایران سفر کرده بودند. به این گزارش توجه کنید. سرعت زیاد یک موتور مسافربری که حدود 30 مهاجر غیرقانونی افغان را از شهر زاهدان ایران به بندرعباس انتقال می‌داد، باعث بروز یک حادثه ترافیکی شد. آنگونه که مسئولین ریاست امور مهاجرین می‌گویند، در این رویداد ترافیکی 21 مهاجر افغان زخمی شدند که 10 تن آنها جهت تداوی به بیمارستان شهر زرنج انتقال داده شده اند. دیروز ما رفر کردیم به شفاخانه ولایتی زرنج، فعلا زیر تداوی هستن. انشالله که ما دیروزم رفتیم تا شام همراه اونا مریضا بودیم و احوال پرسی کردیم و هر نوع مشکلی که داشته باشن انشالله ما رسیدگی میکنیم. مقام های محلی در نیمروز میگویند اکثر افراد زخمی شده جوانانی هستند که به دلیل بیکاری به ایران رفته بودند. سردار محمد همدرد معاون والی نیمروز میگوید در صورتی که کار پروژه های زیربنایی به صورت عملی از این پس شروع شود، بسیاری از جوانان به خارج از افغانستان مهاجر نخواهند شد. در سی واکر من سه و چی یو موتر چپسه و باقی که افغانان موجود و اواغا جو بسه بی و مجره پسیپری نکته که حال تا روختون لرو د مریضان د فاره ابتدایی خدماتی هلته تر سره کیږي. در همین حال زخمیان این رویداد دلیل مهاجرتشان را فقر اقتصادی و افزایش بیکاری عنوان می کنند. دو نفر به تیویتا بودیم، تیویتا زد به روی خواهره، بسیار با مشکل. یعنی از اینجا که کسانی که به ایران میره به واسطه هوس نمره، کسانی که قچه می به خاطر هوس نمره، حتما یک مشکلی کدام مشکلی به خانه و زندگی داره که میره. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کننده های ولایت نیمروز میگویند تعداد افراد برگشت کننده از ایران در سال روان نزدیک به 300 هزار تن میرسد. هرچند بارها مسئولان امنیتی و دیگر نهادهای دولتی از دولت خواستار ایجاد کار و اشتغال زایی شدند، اما همواره سیل مهاجرت ها به کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد.